دوازدهم بهمن ماه 1372 تظاهرات قهرآمیز هزاران تن از مردم زاهدان علیه رژیم. مردم قهرمان زاهدان در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم، به خصوص علیه اقلیت‌های مذهبی و از جمله تخریب یک مسجد اهل سنت در مشهد، با اجتماع در مسجد مکی شهر زاهدان دست به یک تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌های این شهر زدند. آنها در مسیر حرکت خود به مراکز حکومتی از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی حمله ور شده و با انهدام بسیاری از آنها بساط نمایش‌های موسوم به دهه فجر رژیم را نیز در هم ریختند. دامنه این قیام و اعتراضات قهرآمیز به زودی به شهرهای ایران شهر، خاش، زابل، بیرجن و تربتجام نیز کشیده شد و در همه این شهرها مردم انزجار عمومی خود را از رژیم حاکم در معرض دید جهانیان قرار دادند. سیزدهم بهمن 1385 در گذشت آهنگساز و نوازنده برجسته میهنمان پرویز یاحقی. پرویز یاحقی که هنرمندی بود متحد به هنر، با روی کار آمدن رژیم آخوندی در اعتراض به هنرستیزی رژیم آخوندی سکوت پیشه کرد. او در محافل هنر دوستان و یارانش از پای ننشست و عالی‌ترین آثار خود را در همین دوران خلق کرد. آثار فوق‌العاده زیبایی به صورت تکنوازی و همنوازی که مخفیانه اجرا و ضبط شد و در میان مردم دست به دست گشت. یاحقی به این شکل وفاداریش را به مردمی که عاشق شنیدن سازش بودند ابراز کرد و در عین حال مخالفت خویش را با رژیم ضد بشری نیز نشان داد. یاحقی اولین آهنگ خود را که در زمره آثار جاویدان هنر موسیقی ایران است در 18 سالگی ساخت و به استادش استاد ابوالحسن سبا تقدیم کرد. پرویز یاحقی با هنر کم نظیر خود بیش از 50 سال با مردم زیست، گاه غم از دلها زدود و گاه با نوایی سحرآمیز و تأمل انگیز در عمق دلها حسی شریف، انسانی و ژرفکاه برانگیخت. سرانجام روز 13 بهمن 1385 پنجه سحرانگیز استاد بزرگ موسیقی ایران در سن 70 سالگی از حرکت باز ایستاد و روح آسیش راه سفر باز پسین در پیش گرفت. او خود گفته بود: من اصلا مرگ را باور ندارم، آن را یک جور سفر می دانم. در مراسم تشییع پیکر او بسیاری از هم‌میهنان و هنردوستان شرکت کردند و خاطرش را گرامی داشتند، گرچه که خاطره او از یاد رفتنی نیست، چرا که هر جا که دستی نغمه دلنشین ساز می کند، هر جا که قلبی به شور و عشق و شیدایی می تپد و هر جا که سکوتی به نوایی می شکند، یاحقی زنده است. هنرمندی که هرگز شرف هنرش را به ننگ کار با رژیم هنرکش آخوندی نیاورد. هجدهم بهمن 1384 شهادت مجاهد خلق حجت زمانی قهرمان پایداری در شکنجهگاه آخوندی.
علا باد سبا یک بار دیگر بیا نامه به زندون اقیم بر برو تا پیش اون شیر دلاغر که از سینش گلی بهش گفته پر پر بگو هفت چشم از تو سرفرازه و هفتاد چشم بر عزمت می نازه حجت عزم یاران شدی تو همت خلق ایران شدی تو رفتی و پا به عزمت فشردی همراه صد هزاران شدی تو همراه صد هزاران شدی این سیمای معلم شهیدی است از هفت چشمه ایلام که در سالهای سیاه سکوت و تسلیم در برابر فاشیسم مذهبی برخاست و جانش را فروتنانه هزینه آموختن درس ایستادگی به شاگردانش کرد. ایستادگی برای با شرف زیستن. روز 18 بهمن سال 1384 در آستانه عاشورای حسینی رژیم آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه مجاهد خلق حجت زمانی را که از سال 1380 نزدیک به 5 سال در زندانهای رژیم تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار داشت اعدام کرد. پیش از آن رژیم آخوندی حجت زمانی را در یک بیدادگاه موسوم به انقلاب اسلامی به 4 بار اعدام محکوم کرده بود، اما اجرای حکم اعدام را به مدت چند سال به تأخیر انداخته بود تا شاید بتواند وی را به تسلیم و ندامت و طلب عفو از آخوندهای جنایتکار وادار کند. البته حجت قهرمان بر عهد خود با خدا و خلق وفادار ماند و جلادان حکومت آخوندی و وزارت بدنام اطلاعات را در آرزوی شکست یک مجاهد خلق بار دیگر ناکام کرد. حجت در هنگام ابلاغ حکم اعدامش بی‌اعتنا به اتهامات و اراجیف مندرج در آن در زیر رأی بیدادگاه ارتجاع با شجاعت فوق‌العاده نوشت: به رأی صادره هیچ گونه اعتراضی ندارم. حجت زمانی 18 فروردین 1384. سرانجام دشخیمان رژیم آخوندی که در مقابل اراده و عزم حجت به زانو در آمده بودند با پذیرش یک شکست خفتبار ایدئولوژیک در به زانو در آوردن یک مجاهد دربند حجت قهرمان را به شهادت رساندند، اما از ترس اعتراضات مردمی خبر اعدام را یک هفته از مردم و رسانه ها پنهان کردند. اعدام حجت قهرمان موجی از خشم و انزجار را نه فقط در میهنمان بلکه در جامعه بین المللی به دنبال داشت. حجت زمانی 31 ساله اهل هفت چشمه ایلام و معلم مدرسه بود. قبل از حجت دو برادر دیگر وی به نامهای خزعل و فلاح نیز به دست دشخیمان حکومت آخوندی به شهادت رسیده بودند. شهادت مجاهد خلق حجت زمانی پس از 4.5 سال شکنجه که با الهام از پایداری پرشکوه مجاهدان شهر اشرف بساط نیرنگ وزارت اطلاعات آخوندها را به هم ریخت، آتش مقاومت و قیام را در زندان برافروخت و پس از اعدام نیز نبردی دیگر با فاشیسم مذهبی حاکم بر میهنمان برپا کرد. علا باد سبا روزوی ایلام روان چون سیمره آنجا به نهگام سلامی کن به آن شهر دلیرون که تو هر خونه اش سه شیر پنون بگو از اشرفا بردم درودی پر از فخر و شرف شعر و سرودی حجت عزم یاران